مالزی یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است که شیعیان در آنجا مورد تبعیض قرار دارند شیعیان در مالزی تشکیلات متمرکزی ندارند و بیشتر در منازل خود به انجام امور مذهبی میپردازند و های آنان به صورت غیرعلنی و در های کوچک برگزار میشود همکارم علی اکبری گزارش میدهد مالزی یکی از کشورهای اسلامی در جنوب شرق آسیا است و دین رسمی این کشور اسلام است ادیان دیگری همچون آین بودا آین هندو مسیحیت و برخی ادیان ابتدایی نیز در این کشور پیروانی دارند همزمان با ورود اسلام به مالزی حضور سادات در میان بازرگانان زمین ساز آشنایی مردم این سرزمین با خاندان رسالت شد در آن زمان بیشترین تبلیغات شیعی در ایالت جهور تنگانو، پهنگ، کلانتان، پرلیس و کداه بود. اکنون نیز تعدادی خاندان شیعی در این مناطق سکونت دارند. حکومت مالزی رسما با شیعیان و کسانی که تظاهر به شیعی بودن می کنند برخورد می از این رو برخی شیعه بودن خود را پنهان می کنند. تحرکات وحابی ها و سلفی ها در مالزی گسترده است آنان بزرگترین رسالت خود را مبارزه با شیعه می و نفوذ سیاسی آنان زمینه ی تبلیغات ضد شیعی در رسانه ها را فراهم کرده است. در مالزی تمام اقلیت های مذهبی به جز شیعه در تبلیغ دین و مذهب خود آزادند. تعرضات ضد شیعی در این کشور بیشتر از سوی دولت و عوامل وابسته به آن صورت می گیرد دولت مالزی کلاس ها و جلساتی با محتوای ضد شیعی برای کارمندان و نظامیان خود برگزار می کند. شیعیان مالزی در ایالت های ملاکا، پراک، کلانتان، جوهور، پولاوپینگ، کوالالامپور و سلنگور نفوذ دارند. شیعیان این کشور تشکیلات متمرکزی ندارند و بیشتر در منازل خود به انجام عبور مذهبی می‌پردازند. مراسم های آنان به صورت غیر علنی برگزار می شود فعالیت آنان به برگزاری جلسات قرآن و احکام و ایجاد سایت های اینترنتی محدود می شود در مالزی حوزه علمیه شیعی به شکل معمول وجود ندارد اما مسئولیت برخی مدارس در دست افراد شیعی است در مجموع میتوان گفت شیعیان در مالزی مانند بسیاری از دیگر کشورها مورد ظلم، ستم و تبعیض قرار دارند. علی اکبری اخبار شیعه